من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اخبار روزهای گذشته ایران گفت ما در برابر مجازات اعدام توماج صالحی می‌ایستیم و به مسئله قتل نیکا شاکرمی هم رسیدگی می‌کنیم. دو تن در آمریکا اعتراف کردند که با نقض تحریم‌ها ده‌ها هزار دلار را به ایران از جمله به دفتر علی خامنه‌ای انتقال دادند. ایران 25 نهاد و شخص بریتانیایی و آمریکایی را در ارتباط با اسرائیل تحریم کرد. یک زندانی عقیدتی اهل سنت روز چهارشنبه بعد از حدود 15 سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. یک مقام ارشد حماس اعلام کرد که موضع این گروه در قبال آخرین پیشنهاد اسرائیل منفی است. آمریکا صدها فرد و شرکت را به خاطر حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین تحریم کرده است. کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرد و اعتصاب طلافروش‌ها در پنجمین روز متوالی ادامه یافت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه دوم ماه می 2024 میلادی برابر است با 13 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اخبار روزهای گذشته ایران گفت ما در برابر هر گونه استفاده از مجازات اعدام از جمله برای توماج صالحی می ایستیم و به مسئله قتل نیکا شاکرمی هم رسیدگی می کنیم. استفان دجاریک 12 اردیبهشت ماه در پاسخ به پرسشی درباره روایت بی بی سی جهانی از نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی در اعتراضات سال 1401 در ایران به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی این گزارش را بسیار بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود دبیرکل سازمان ملل بارها نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران بیان کرده است. یک گزارشگر ویژه به علاوه مکانیزم‌های حقوق بشری دیگر هم در مورد ایران وجود دارد که اگر مستندات بی بی سی برای آنها ارسال شود حتما مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسشی دیگر درباره صدور حکم اعدام توماج صالحی خاطر نشان کرد ما در برابر هر گونه استفاده از مجازات اعدام ایستاده ایم و می ایستیم و بسیار امیدواریم که این اعدام محقق نشود. به همچنین تصریح کرد که دبیرکل و دیگر مقامات سازمان ملل متحد به طور دائم با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و نگرانی های خود به ویژه در زمینه حقوق بشر را مطرح می کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی از تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکت‌های برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است. تجمعات در برخی شهرها به بازداشت معلمان معترض انجامیده است. طبق فراخوان صادر شده معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه، در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند. معلمان در شهرهای از جمله بوشهر، قزوین، رشت، اسلام‌آباد غرب، هرسین و علیگودر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنا به گزارش‌ها 4 معلم حاضر در تجمعات در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و 1 معلم در بوشهر بازداشت شدند. در قطعنامه پایانی صادر شده برای تجمعات امروز با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می کنند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 2 تن به اسامی مزمل زیدی و
عاصم مجتبی نقوی، هر دو 40 ساله و اهل هیوستن تگزاس، به نقش داشتن در یک اقدام غیرقانونی اعتراف کردند. بنا به بیانیه این وزارتخانه، آنها متهم هستند که $10,000 را از ایالات متحده به ایران از جمله به دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتقل کردند. طبق اسناد دادگاه، زیدی در دسامبر 2018 اجازه دریافت خمس را از طرف چندین امام دریافت کرد. در فاصله دسامبر همان سال و دسامبر سال 2019 زیدی و نقوی مبالغ این خمس و همچنین کمک‌های مالی را که ظاهراً برای کمک به قربانیان جنگ داخلی جاری در یمن از افرادی در آمریکا جمع‌آوری شده بود به ایران فرستادند. زیدی و نقوی از دوستان، اعضای خانواده و گروهی از همکاران خود برای انتقال وجوه نقدی کمتر از $10,000 به خارج از ایالات متحده استفاده کردند تا مانع از نظارت و جلوگیری از انتقال این پول ها شوند. یک مورد انتقال پول به ایران توسط یک گروه 25 نفره از مسافرانی انجام گرفته که برای زیارت به عراق می رفته و متعاقباً این پول ها را به ایران هم کردند. دو متهم در 18 آگوست سال 2020 در هیوستن دستگیر شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 25 فرد حقیقی و حقوقی از دو کشور ایالات متحده و بریتانیا را با اتهام حمایت و تأمین مالی اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این وزارتخانه در دو پیام در شبکه ایکس که روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه منتشر شد خبر داد که 7 شخص و 5 نهاد آمریکایی و 8 شخص و 5 نهاد بریتانیایی را به دلیل اقدامات آمدانه آنها در حمایت و تسهیل اقدامات دولت اسرائیل در طول جنگ غزه تحریم کرده است. در یکی از این پیام‌ها وضع تحریم علیه بریتانیایی‌ها به عنوان عمل متقابل توصیف شده است. در واکنش به حمله موشکی و پهپادی بی سابقه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، متحدان اسرائیل از جمله آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا دست به وضع تحریم‌های جدید علیه تهران زدند. به نظر می‌رسد که منظور وزارت خارجه از عمل متقابل همین تحریم‌ها باشد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر اهمیت خیشتنداری و تنش‌زدایی در منطقه تاکید کرده است. بورل با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، او همچنین در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی در ایران با امیرعبداللهیان گفتگو کرده و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هم برای وزیر امور خارجه حکومت ایران توضیح داده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با گسترش تحریم‌ها علیه برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. تحریم‌های جدید صادرات قطعات مورد استفاده در تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد از اتحادیه اروپا را ممنوع می‌کند. سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل هشدار داد که همه راه‌های حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، بی جواب مانده و او هر لحظه ممکن است که اعدام شود. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت که محاکمه رسایی در روندی کاملا غیر منصفانه صورت گرفت. بر اساس این نامه، این معترض زندانی تحت شکنجه هایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفه سازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شد. عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواست که روند اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کند. رسایی به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام محکوم شده است. رانندگان هشبان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. انبار خضری، زندانی عقیدتی اهل سنت، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه بعد از حدود 15 سال حبس در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. سایت حقوق بشر هرانا روز چهارشنبه در گزارشی نوشت 4 زندانی دیگر که با اتهامات قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، همراه با این زندانی اهل سنت اعدام شدند. وبسایت حقوق بشری کردها که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی دیگر خبر داد که خسرو بشارت، یکی از همپرونده‌های خضری، روز چهارشنبه برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده که حکم اعدام بشارت احتمالاً در روز یکشنبه اجرا خواهد شد. به نوشته کردها، خانواده خضری با وجود اینکه از مهاباد به کرج رفته بودند، موفق به آخرین دیدار با فرزندشان نشدند و او بدون ملاقات آخر با نزدیکانش اعدام شده است. اسرائیل به آمریکا هشدار داده که اگر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل را صادر کند، اقداماتی انجام خواهد داد که می‌تواند منجر به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطینی شود. وبسایت اکسیوس پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه به نقل از 2 مقام اسرائیلی و آمریکایی نوشت اسرائیل به واشنگتن اطلاع داده که مقامات تشکیلات فلسطینی بر دادستان دیوان لاهه برای صدور حکم بازداشت سران اسرائیل فشار می‌آورند. بر اساس این گزارش، اسرائیل هشدار داده که اگر چنین احکامی صادر شود، حکومت خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با انجام اقدامات قوی که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی از سوی دیوان لاهه واقعی است.
یکی از مقامات ارشد کادر رهبری حماس در خارج از سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد موضع این گروه در قبال آخرین پیشنهادی که در مذاکرات غیر مستقیم این گروه با اسرائیل مطرح شده منفی است. اسامه همدان که ساکن لبنان است این موضع را چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه در گفتگو با المنار شبکه تلویزیونی حزب الله بیان کرد. این مقام حماس همچنین هشدار داد که اگر اسرائیل عملیات زمینی به رفح در جنوب باریکه غزه را آغاز کند گروه او مذاکرات را به صورت کامل ترک خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی گروه افراطی حماس هم در بیانیه‌ای در توضیح سخنان اسامه همدان اعلام کرد که در این مرحله موضع منفی به معنای توقف مذاکرات نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های منطقه ارزیابی می‌شود که رهبری داخلی حماس تا پنجشنبه شب یک پیشنهاد اصلاحی را در مورد آخرین پیشنهادی که توسط مقامات مصری، قطری و آمریکایی برای توافق بین این گروه و اسرائیل ارائه شده برای میانجیگرها بفرستد. اما به نوشته تایمز اسرائیل معلوم نیست که اسرائیل بعد از قبول بسیاری از شرایط پیشین حماس آماده نشان دادن نرمش بیشتر خواهد بود یا خیر. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده روز چهارشنبه تاکید کرد که او هنوز طرحی برای حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به شهر رفح که از غیر نظامیان حفاظت کند ندیده است و بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن نمیتواند از چنین حمله ای حمایت کند. بلینکن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به مدت 2.5 ساعت در اورشلیم دیدار کردند و بعد از آن اسرائیل تکرار کرد که عملیات رفح علی‌رغم موضع آمریکا و هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه چنین حمله‌ای منجر به تراژدی خواهد شد ادامه خواهد یافت. بلینکن در این دیدار سعی کرد نتانیاهو را تحت فشار بگذارد تا امکان ارسال کمک‌های بیشتر به غزه فراهم شود. او در این حال از گروه فلسطینی حماس خواست توافق پیشنهادی را که باعث توقف درگیری در غزه و بازگشت گروگان‌های اسرائیلی به خانه می‌شود بپذیرد. وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت در نبود طرحی مؤثر برای اطمینان از اینکه غیر نظامیان آسیب نخواهند دید ما نمیتوانیم از عملیات نظامی عمده در رفح حمایت کنیم و حمایت نیز نخواهیم کرد. خبرگزاری بلومبرگ از افزایش سرعت مذاکرات میان آمریکا و عربستان سعودی در دوره اخیر و نزدیک بودن دو کشور به دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داد. مقامات مرتبط با مذاکرات که به نام آنها اشاره نشده در گفتگو با این رسانه ابراز خوشبینی کردند که چنین توافق تاریخی تا چند هفته آینده به دست بیاید. گزارش بلومبرگ در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه با استناد به این مقامات نوشت این توافق تضمین‌های امنیتی قابل توجهی در اختیار عربستان قرار خواهد داد و همچنین چارچوبی برای احتمال عادی سازی در رابطه آتی عربستان و اسرائیل ارائه می‌کند. این گزارش حاکی است که در مقابل ضمانت‌هایی که واشنگتن به ریاض ارائه می‌کند، آمریکا از تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در برابر جمهوری اسلامی و چین چه از منظر سیاسی و چه از حیث اقتصادی سود خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه ارتش روسیه را متهم کرد که علیه ارتش اوکراین از تسلیحات شیمیایی استفاده می‌کند. به گفته این وزارتخانه روسیه علاوه بر عامل شیمیایی کلوروپیکرین از گاز اشکاور هم به عنوان ابزار جنگ در اوکراین بهره می‌گیرد. آنطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ توسط روسیه تکرار شده و دلیل احتمالی آن تلاش نیروهای روسی برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان و رسیدن به پیشروی تاکتیکی در میدان جنگ است. موضع آمریکا درباره بهره‌گیری از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین نزدیک به یک ماه بعد از آن منتشر می‌شود که روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی از قول شاهدان عینی از استفاده سیستماتیک روسیه از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان اوکراینی خبر داد. وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه 28 شرکت و نهاد را در روسیه، چین و دیگر کشورها در ارتباط با کمک به مسکو در جنگ با اوکراین مورد تحریم قرار دادند.
مقامات آمریکایی میگویند روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها تلاش کرده که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تقریباً 200 شرکت و نهاد را تحریم کرد و وزارت خارجه آمریکا بیش از 80 مورد را در همین ارتباط تحریم کرد. این تحریم‌ها یکی از گسترده‌ترین اقدامات واشنگتن علیه شرکت‌های چینی است که با روسیه همکاری کردند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بامداد پنجشنبه دوم ماه می از کمک مالی 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به لبنان رونمایی کرد که قرار است در طول 3 سال برای حمایت از اقتصاد لبنان و کمک به جلوگیری از افزایش پناهجویانی که از این کشور به مقصد اروپا عزیمت می کنند ارائه شود. فاندرلاین گفت که این پول به لبنان کمک می کند تا خدمات اساسی خود مانند آموزش، حمایت اجتماعی و بهداشت را بهبود ببخشد و اصلاحات اقتصادی را در این کشور بحران زده تقویت کند. این بسته مالی همچنین برای کمک به لبنان در مقابله با چالش هایی که در استقبال از پناهجویان سوری با آن مواجه است در نظر گرفته شده است. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا روز چهارشنبه از قطع روابط کشورش با اسرائیل خبر داد و دلیل آن را حوادث جنگ غزه دانست. پترو یکی از منتقدان سرسخت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و اعلام آمادگی کرده که در شکایت آفریقای جنوبی از این کشور به دلیل آنچه که نسل کشی در غزه خوانده مشارکت کند. به گفته او کشورها نمی توانند در برابر آنچه که در غزه می گذرد منفعل باشند. پارلمان گرجستان روز چهارشنبه لایحه عوامل خارجی را که به گفته منتقدان الهام گرفته از روسیه است
برای بار دوم تصویب کرد و همزمان پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور معترضان به این لایحه را متفرق کرد. این لایحه سازمان‌هایی را که بیش از 20% از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند ملزم می‌کند که به عنوان عامل خارجی ثبت نام کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد. معترضان در گرجستان این طرح را قانون روسیه خوانده و می‌گویند که در روسیه از چنین طرحی برای برخورد با مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور استفاده می‌شود. اعتصاب گسترده طلا فروشان در ایران که از روز یک شنبه 9 مردوش ماه در اعتراض به افزایش مالیات ها و الزام ثبت دارایی ها آغاز شد، روز پنجشنبه هم برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت و به شهرهایی از جمله اصفهان، مشهد، همدان، تبریز، ارومیه، زنجان و قم هم گسترش پیدا کرد. بر مبنای گزارش‌های میدانی و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، طلافروش‌های بازارهای معروف طلا در تهران مانند شمس‌العماره و تکیه دولت مغازه‌هایشان را تعطیل کرده و به اعتصاب پیوستند و برخی طلافروش‌های واقع در خیابان‌های مانند کریمخان زند هم به رغم باز بودن از خرید و فروش خودداری می‌کنند. الزام طلافروشان به ثبت دارایی‌هایشان در سامانه جامعه تجارت، قوانین جدید مالیاتی و اجبار صدور صورت حساب‌های الکترونیکی با مشخصات خریدار و فروشنده از عوامل مؤثر بر اعتصاب گسترده طلافروشان در ایران است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.